خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که آمریکا تصمیم دارد تا چرخبال‌های انتقال شده به تاجیکستان را به آن کشور واگذار کند. آمریکا می‌گوید این چرخبال‌ها دوباره به افغانستان داده نمی‌شود. اما امارت اسلامی افغانستان می‌گوید که این چرخبال‌ها ملکیت افغانستان است و برای برگشتاندن آن با کشورهای همسایه در تماس هستند. در همین حال وزیر دفاع کشور مولوی محمد یعقوب مجاهد گفته بود که پرسان هر نت این چرخبال‌ها را از آن کشورهای خواهد کرد که این چرخبال‌ها به آن کشورها انتقال یافته بود. حال پرسش‌های مطرح می‌شود که آیا آمریکا حق دارد چرخبال‌های افغانستان را به کشور دیگر تسلیم کند؟ امارت اسلامی افغانستان برای برگشتاندن این چرخبال‌ها چه سیاست را باید به پیش بگیرد و آیا این کشورها سرانجام حاضر خواهند شد تا این چرخبال‌ها را دوباره به افغانستان تحویل دهند؟ سلام و وقت شما بخیر. من فضل کریم مخلص هستم، شما بیننده کاوش هستید. برنامه امروزی من به همین موضوع اختصاص یافته. در برنامه آگاه نظامی عزیز تانکزای و آگاه سیاسی فضل من الله ممتاز را با خود مهمان داریم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید، شما را خوش آمدید میگیم. تانکزای صاحب، لومړی پختنه بلو تاسو را پیل کړو. دغه چورلکی چې تاجکستان یا ازبکستان ته انتقال شوی یا وړل شوی دی، له حقوقي او قانوني اړخه د چا ملکیت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مخاطر ټولو تاسو تاسو درون میلمه ته تلویزیون محترم ولیدونکو ته خپل سلامونه رسوم. البته مخکې ته ټولو په ډېر تحسر سره باید ووایم چې پرونۍ زلزله څه د پکتیا ولایت پکتیکا کې یو شمېر کورونه ړنګ کړي او زموږ وطنوال پکې شهیدان شوي، زخمیان شوي، او بیا ورپسې دغه سیلونه سې راغلي دي په شمال کې، او په دې کې خلک متضرر شوي دي. د دې حادثې شهیدانو ته اعتاف د دعا کوم، زخمیانو ته خدای زر صحت ورکړي، او د افغانستان د حکومت نه زما دا تقاضا ده من حیث د یو افغان سه بیړنۍ مرستې دغه کسانو ته ورورسوي. لحاظه بیا هم یو ځل خپل تحسرات څرګندوم. اصلا دغه کومکونه سه نظامي ورته یو بخش وایو، دا بلایوز دي. پخوا هم په افغانستان کې بلایوز کومکونه د شوروي اتحاد لخوا نسوي وو، او په دغو مرستو کې سه یو چا ته څوک یو څه ورته بخي، چون پخوانی حکومت ته یې دغه چورلکې ورکړي دي. دولت سه درې قوې لري، او هغه څه سه تسلط په خاورې ولري، حاکمیت په خاورې ولري، هغه دولت وي، او هغه څه سه د دولت پورې اړوند وي هغه حکومتونو ته پاتې کیږي. ګرچه په یو مملکت کې حکومت تغییر خوري، اما دا معنا د دې نه لري، مفهوم د دې نه لري چې هغه شته سي ولري هغه بیا کوم مملکت کې ورخېړي. ګوري تاسې د خپل امریکایانو ډېرې چورلکې له شوروي نه په بیه واخیستې، په روسیې نه یې واخیستلې، پیسې دوی ورکړې او موږ ته یې راوسپارلې. دا که دووري بیا اخلي، دلته بیا ډېر سوالونه پیدا کیږي. د دغو مړو جواب څوک ورکوي چې په دې شلو کلو کې دومره خلک شهیدان شول، کورونه یې وران شول د امریکایانو د خوا نه؟ آیا د دې د یو نفر وینه له لسو چورلکو سره برابرېدای سي؟ څه دا ممکنه نه ده. موږ یو ځل خپل دا غرامات د موږ پخواني حکومت کې سه برهان الدین ربانی و هغه شوروي ته وروبخل روسیې ته، اما اوس لاتروس چا نه دي ویلي چې موږ غرامات نخلو. اما یو شی داسې، تاجکستان باید اوسنی همسایګي د افغانستان سره په نظر کې ونیسي. تر اوسه پورې دا اقدام سوی نه ده، عملي سوی نه ده. تاجکستان باید په دې پوه سي چې افغانستان د ما ګاونډی ده، که دلته خامخا د حکومت په رسمیت پیژندل کیږي. دا شارا د تجارت ده، دلته د ګاز و پاپلاین ګوري، د هغه ټاپي، دلته نور لوی لوی کمپنیانې دي چې تیریږي، او جنوب د آسیا له منځنۍ آسیا سره وصل کیږي. دغه آینده کې بیا دوی ته ډېر زیات مشکلات د افغانستان لخوا نه پیښیږي. درسته ده چې اوس به نیمو چارواکي له زغم نه کار اخلي، له صبر به کار اخلي، دلته کې مشکلات په افغانستان کې په داخل کې سه، اما موږ د دې سټیج له شانه دغه اوسنی حکومت دې ته نه تشویقوو، نه ترغیبوو چې ګویا تاسې نظامي مداخله وکړي یا عملیات وکړي. نه، فعاله ډیپلوماسي همغسې چې پخوا دلته دوی ایجاد کړی ده په خپل هغه وزارت خارجي په چوکاټ کې، اوس دې هم د همغه نه استفاده وکړي. او اوس هم سر وخت ده چې که چیرې دغه تصمیم تاجکستان عملي نه کړي، له امریکې سره وینه نیسي، او د افغانستان د دغه همسایه توپ په خاطر او دغه آینده روابطو په خاطر
آینده اقتصادی معاملات و په خاطر سنیر نور مسائل دی پدې کې دوی دغه چورله کې برته د افغان حکومت وروس پاریزه کوي یو موټی خائن و عناصر و یا هغه پیلوټانو صدا هلته یې وړلې او د افغانستان د دې حکومت تیل پکې وپدې کې او دوی هلته هغوی ته وسپارلې خپله وتښتېدل نامردانه تیښتې وکړه اما دغه د دغې افغانستان د خلکو مال ده د همدغه حکومت دپاره باید دا دوی دا دوی تصمیم دا ونیسي تسلیم یې کړي ورته اما داسې دوی د امریکې په خړو دا اوکراین ته ورکوي یا خپله اخلي سره دا درسته خبر نه ده. مننه، بیرته سره ګرځم. آقای ممتاز، آیا امریکایی حق دارد که چرخبال های نظامی یا امکانات نظامی یک کشور را به کشور دیگه به اختیار خودش به صلاحیت خودش تسلیم کند یا تحویل بدهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت شما همچنان به سیستان عزیز. ببینین دوست عزیز، یک بحث میکرد، یک بحث حقوقی است موضوع کاملا، و اگر موضوعی از نگاه حقوقی بحث کنه موضوع را کاملا از جمله وسایط و امکانات وسایل نظامی افغانستان بود. همچنان که افغانستان فعلا امارت اسلامی افغانستان وارث همه قراردادها و تعهدات بین المللی که صورت گرفته و حتی دین وامی که وجود داره در چی حتی 100 سال قبل بوده باشه 50 سال قبل بوده باشه اینا وارثشان امارت اسلامی است به هر شکلش. اگر فرض کو افغانستان مدیون امریکا می باشه میلیاردها دلار یعنی قرارداد تعهداتی که صورت گرفته، امارت اسلامی افغانستان هیچ وقت از این انکار کرده نمیتونه، ملزم است که باید بپردازه به خاطر اینکه وارثی از اینمی کشور است. چنانچه که ستانگزه فرمودن هیچ وقت تحولات نظام، تغییرات نظام اگر در هر کشور به وقوع میپیده نمیتونه او مستحقات و حقوقی که وجود داره که از او انکار کنه. همچنان مسئله هلیکوپترهای افغانستان است، اسلحه که انتقال داده شده، هم مسئله پولی که انتقال داده شده، همه از امارت اسلامی افغانستان نیست، ای از شخصیت های سیاسی نیست، کسان نیستن، بلکه این ملک املاک مردم افغانستان است. اگر از این 100 سال هم تیر شد و این تعامل است، حتی در اموزمان سابق ستانگزه تشریف دارن در زمان اشغال اتحاد شوروی وقت و کمونیستای وقت که مسلط بودن اینجا، بعضی تیاره ایره که اینا میخوان انتقال میدن به بعضی کشورها جهاز انتقال میدن، در مدت دوباره اعاده شد برای افغانستان. همچنان اگر که از بسیار کشورها میبینن که تیاره ها روبوده میشه، از اینجا به پاکستان انتقال کرده، از پاکستان در افغانستان انتقال کرده، بسیار کشورهای دیگه همچنان کاری صورت گرفته، تیاره افغانستان حتی به لندن برده شده، پس دوباره اعاده صورتگیری یکی از جمله 100% حق حقوق، یکی از حق حقوق از حقوق افغانستان است. به آدمی در نظر داشتی که کی در افغانستان مسلط است، امارات اسلامی. حالا امریکایی کار کرده، شما چی اینجا یک مشکل در کجاست؟ مشکل اساسی است که اگر ما در زمانش در عمود امانه که ما جبران خساره را از اتحاد شوروی وقت می گرفتیم، به او می بینیم به او را پیگیری می کردیم، از پیشان جبران خساره ما می خواستیم که افغانستان اینا به مدتی که بودن، حتی کسای از جمله اونمو زمان کمونیستایی که بودک خدا مدتی که در اینجا در افغانستان و ایران کردن، افغانستان تخریب شد کاملا، میلیون ها اساس خاص شهید شد. اگر ما در امو زمان از این از کار کسی که در او زمان زمامدار بود اینا عفو نمی کردن موضوع را، در او زمان اونا بخشش نمی کردن این موضوع را، تعاملات معامله سیاسی نمی کردن، امروز این موضوعات تکرار نمی شد.
موضوع حالی نه تنها مسئله ای است که بر ما اعاده کنه هلیکوپترها را چی کنند املاک افغانستان اینا اعاده کنند، بلکه نیاز است که یک کمیسیون حقوقی تشکیل شود در محاکمه بین المللی جبران خساره پرداخت شود از طرف امریکا آن مادر بم ها را که استعمال کرده، آن میلیون ها انسان را که شهید کرده. آیا محاکم بین المللی کار خواهند کرد؟ طبیعی است که این یکی مسئله حق هر وقت بوده باشه خواسته میشه ولو سالها تیر شو. ولو جان شما دیدین که بعضی کسا تو فکر میکنن که چون واقعی اردی یعنی چی یعنی شکل جغرافی شاید فکر میکنه که امروز تغییر نکنه، مثال مثلا آلمان شرقی و غربی بوده که دیگه کشورهای دیگه که بودن شما دیدین که پس دوباره انضمام صورت گرفته، یعنی با وجودی که سالها از این موضوع گذشته بود یک مسئله گرچه قیاس به این نمیشه به این موضوع، ولیکن در حقیقت امر ایسته که یک مسئله زور است که امروز امریکایی‌ها صحبت میکنن، یک مسئولیت تاجیکستان است. موضوع امریکا در اینجا آنقدر موضوع قطعا حق نداره این موضوع که امریکایی‌ها مطالبه بکنه، ولیکن موضوع بین پاکستان بین افغانستان است و بین تاجیکستان است. اما امریکایی کار میکنه تیارارو امریکایی‌ها میگه که تاجیکستان در ازبکستان تیاره های افغانستان ربوده شده به انتقال شده به تاجیکستان و به ازبکستان و کشورهای دیگه که انتقال شده، مثل که در ایران اسلحه انتقال شده بوده، اینا مکلف و ملزم است که اینا را اعاده کنه. در غیر از او تعامل فعلا بین تاجیکستان است بین افغانستان است، اما به خاطر امریکایی‌ها طبعا امریکایی‌ها نه تنها مسئله تیارایی که ربوده شده در اوج در برده شده انتقال شده توسط یک تعداد از وطن فروش ها اکتداد خواهی اینا یک جنایتکار ها، حتی من میگم که همون جنایتکار ها باز دوباره مطالبه شه اعاده شه و محاکمه شه در افغانستان که باید که یک جنایت دولی است، جنایت بین المللی است. بناهن موضوع تیاره مسئله عادی است که باید تاجیکستان بدون کدام اشکال دوباره به افغانستان اونا را اعاده کنه، و اگر امروز باشه یا فردا بوده باشه و این در نظر داشته باشن، این در نظر داشته باشن که به این شکلی از اشکال امکان نداره، اگر مولا یعقوب بوده باشه وزیر دفاع، اگر امارت اسلامی افغانستان باشه، اگر که نظام دیگه هم بیه، قطعا امکان نداره که حق افغانستان فاقد شد و از نگاه حقوقی از نگاه بین المللی مثلا. اما این مسئله زوری رو که مثلا عنوان میکنن امریکایی ها میخوایم یک چیز که امریکایی ها بعضی موضوعات اینا عنوان میکنن به خاطر استهلاک محلی بد مطبوعاتی عنوان میکنن. شما ببینید حتی ترامپ اعادی اسلحه دیگه که مانده، وسایل امکانات و موتره و تانک و کسی دیگری که در افغانستان شما میگین را من های صحرا فشار بالای امارات استفاده میکنه کاملا اینا این مساله من حیث یک وسیله فشار برای امارت اسلامی افغانستان است که در عقب از این مسائل مطالبات دیگری وجود داره. اون اگر این کار تاجیکستان بکنه که پس برای امریکایی‌ها این موضوع رو بسپاره که ملکیت از اون است، با این کار امریکا معلوم میشد که از دید شما امریکا در سیاست های خود صادق نیست در قبال افغانستان. این مسئله قابل چیز یک امری بدیهی است. ما بگیم که این تحولاتی که در افغانستان به وقوع پیوست چند موضوع در اینجا است، بسیار موضوعات مردی کسایی که بحث میکنن سطحی بحث میکنن در موضوع. بزرگترین شکست است در تاریخ معاصر که امریکا متحمل شد، قابل هیچ نوع پیشبینی برای هیچ کس نبود. ای الگو نموزج نمونه افغانستان الگو میگرده به حرکت ها جهت های آزادی ها استقلال ها استقلال طلبی که اینا در دنیای دیگه اینا استقلال میخواین، اینا میخواین که اینمی پدیده را با می فشارهایی که وجود داره اینی پدیده را اینا خونسا کنه، یک نوع شکست خود به مسائل خامشی دیگری که هیچ ارتباط نداره به قضایای مهم و محوری اینا ربط میتن موضوع را تا که زیر پوشش قرار بدن. شکر ستانگزی صاحب ممتاز صاحب ویلی چې امریکا دلته ماته خوړلې ده او ښه بزغر دی ماته خوړلې ده، آیا دا یو قسم جنګ اچول نه دی چې خپله د امریکا په دغه کار سره چې د چورلکې تاجکستان ته ورکوي غواړي چې د افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په جنګ او جنجال واړوي؟
یو قسم د نظر ټکی ورته پیدا کړ دغه هیوادونو ته. ما پرنم د یو تلویزیون سره دا خبر مطرح کړه چې امریکا غواړي په یو نوع یو تصادم د افغانستان او د همسایګانو مخصوصا تاجکستان په منځ کې راولي، او له دې نه د هغوی نفع به څه وي؟ هغه به دوی سیاسي موخې وي، اهداف وي چې هغوی ته خپله معلوم دي. اما نن که چېرته ملل متحد یا د هغوی اړوندو ادارو ته شکایت وسي، د چا له خوا نه وسي، په تاسف سره چې موږ هلته نماینده نه لرو په ملل متحد کې، تر هغه پورې د موږ نه دفاع وکړي او د ملل متحد دغه ټول ادارات په د امریکا د نفوس لاندې دي، د سیور لاندې دي، حتی دوی دغه ماشونه څوک ورکړي، حتی دا د لایحې یا د حاک د محکمې غړي د چا د کوم مملکت د نفوس لاندې دي. او له بلې خوا امریکا له موږ نه زرګونه کیلومتره لرې فاصله لري. زما په باور بهتره دا ده چې د افغانستان اوسنی حکومت فقط همغه پالیسي سیاسي اختیار کړي، موږ نور څه نسو کولی، موږ نسو کولی چې په دغه اساسو شرایطو کې چې زموږ مملکت هم مشکلات لري، له هر لحاظه مشکلات شته، چې افغانستان اوس ځان دوچار کړي د نظامي په لحاظ د همسایه سره نه. دلته ډیپلوماسي کولی شي چې دغه مسایل حل کړي. لا تر اوسه هم دا تصمیم نهایي سوی نه ده د امریکا او د تاجکستان په منځ کې. امیدوارم چې د تاجکستان جمهور رئیس حکومت د افغانستان په مورد کې سوچ وکړي، فکر وکړي، خپل آینده وسنجوي، هغه روابط چې دوی په آینده کې د افغانستان سره لري، هغه ډېر نور مسایل دي سیاسي اقتصادي، دا د په مخ کې ونیسي او دغه تصمیم د عملي نه کړي، او د افغانستان دغه مسلم حق څه ده چې دغه چورلکې د افغانستان د حکومت د نظامي قوا یوه برخه ده، دوی ته دې وروسپاري. که چېرته ووایو چې دا چورلکې که ورکړي موږ به ناتوانه یو، ضعیفه به یو، افغانستان باندې به دا ممالک حمله وکړي، وبینیسي داسې هم نه ده که د افغانستان سره دغه چورلک هم نه وي، دغه اوسني حکومت سپایان کولی شي چې د دې خاورې نه دفاع وکړي. موږ ولیدل، موږ پخوا حکومتونو کې ولیدل تعرض د همسایګانو مخصوصا د پاکستان راکټونه او د تاسیسات جوړولو، دغه سرحدي تار غځولو، دا نور مسایل. ما اوس یې موږ وینو چې ټول په ټپه ولاړ دي، ځکه هغوی په دې پوهېږي که چېرته موږ دغسې یو اقدام وکړو، داسې عمل ترسره کړو، عکسالعمل به یې ډېر تریخي د افغانستان د حکومت د خوانه. همداسې تاجکستان هم باید په دې باندې پوه سي، هلته اسلامي ډلې دي په داخل کې، هلته نور سیاسي مسایل دي، او د هغوی هغه اسلامي ډلې بیا د دې افغانستان د اوسني حکومت سره هم کیدای شي کوم وخت دلته د دواړو هیوادو ترمنځ تصادم منځته راسي، کولی شي چې دغه حکومت لغوه نه استفاده وکړي. آقای ممتاز، از دید شما امارت اسلامی کدام راه ها و روش ها را به پیش بگیرد تا بتوانه این چرخبال ها را دوباره به کشور برگرداند؟ ببینید، موضوع دائما موضوعات که حل منازعات سرحدی و کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، همشه مسائل بهترین را و آنهم مسئله مذاکرات و حل سیاسی است، همچنان موضوع دیپلماسی است، حل دیپلماسی است که ما باید دیپلماسی فعال با کاریکار اون. موضوع تاجکستان و افغانستان باید همه در دو کشور این موضوع را درک کنند، از عقلانیت سیاسی کار بگیرند، همچنان از تعامل قوانین بین‌المللی در این راستا کار بگیرند. شما فکر کنین که فردا یک جماعت، یک جهت اشخاص از تاجکستان میان تیاره تاجکستان انتقال میتونه به افغانستان، امارت اسلامی افغانستان مجبور و مکلف است که پس دوباره اعاده کنن تیاره را، امکانات کنن، و این یک تعامل بین المللی، یک مسئله حقوقی است. چرا مسئله برمیگرده از جمله املاک و ممتلکات دولتی است، دولت افغانستان است، مردم افغانستان است، هیچ ارتباط به نظام نمیگیره و هیچ کس نمیتونه که انکار کنه ابدا. و یک موضوع است که باید اینا اینمی استقلال از این فرصت به اصطلاح که میگن که ضعف بحرانی که فعلا وجود داره، عدم رسمیت در افغانستان، بعضی مشکلات دیگه وجود داره، از این بحران بین المللی که افغانستان دچار است از نگاه رسمیت شناختن، بعضی مسائل دیگه که است،
از اینا سوء استفاده نکنن، استفاده نکنن. ما فقط از این مثلا اگر امروز ما خب براتون گفتم که امارت اسلامی افغانستان که امروز مکلف است که طبعا قرضدادی قرضها وامی که وجود داره سر مردم در اینجا وجود داره، مالیاتی که مونده باید رو جمع آوری کنه، همچنان قرضایی که بالای دولت است از جمله متقاعدین است، مسئله قراردادی بین المللی است، تعهداتی که در بین المللی صورت گرفته، از این نمیتونه امارت اسلامی افغانستان امکار کنه. بنا همچنان هر کشور دیگه بوده باشه، ضرورت است الف به یک عقلانیت سیاسی که دو طرف شما کار از رای سیاسی و تعامل سیاسی طبیعی است که مسئله تعامل سیاسی به هر شکل بوده باشه. مسئله این چند چرخبال ها کدام معضله بزرگی یا کدام موضوع بزرگی در تعامل دو کشور نیست که ما این موضوع را به حد یک موضوع بکشن، به موضوع نظامی بکشانیم. ولی تبادل مسائل همه در صاحب نمینالی که وجود داره، تعاملات دو کشور همش به اساس مسائل و منافع که وجود داره صورت میگیره. اگر بعد منافعی که ما داریم فعلا موضوع چرخبال هاست دیگه، مسائل است به تاجیکستان، همچنان تاجیکستان به ما ضرورت داره، نیاز داره، با آینده و همچنان به این سرنوشت که ما هستیم ده ها بار اونا بیشتر از ما که دوچار میشن. چرا تاجیکستان کشور بسیار خشک، کشور خرد است؟ باز ما نمیخوایم، همچنان ما چی داریم؟ مشترکات تاریخی با تاجیکستان داریم، مشترکات فرهنگی با تاجیکستان داریم. آقای ممتاز دوباره به شما برمیگردیم. استانگزی صاحب، که چیری امریکا دغه چورلک تاجیکستان ته ورکی، تاسو په اسلامي امارت باید کوم سیاست دی امریکا او تاجیکستان پر وړاندې ونیسي؟ ګوري ما مخکیم ویلی سه د افغانستان د اسلامي امارت خارجي پالیسی مبتنی ده په دې سه مصالح ملي د افغانستان د خلکو او د مملکت دوی همیشه په نظر کې نیولی، او دا بهترینه پالیسی ده سه اوس دوی اختیار کړي همداسې د دوی مخې ته ځي. بیا هم زه وایم سه د افغانستان خلک یا دغه شنون کې سه دلته راځي کینی دلته په دې میزونو کې نباید د افغانستان اسلامی امارت دې ته وهڅوي چې دوی نظامی برخورد وکړي یا له فشارونو نه د نظامي یا د فزیکي نه استفاده وکړي. دوی کولی سي چې په حسن همجواري باندې اتکا وکړي، چون همسایه دي وو، او دوم دا چې دوی کوشش دې ته ډېر زیات وکړي چې کومه لار او چار اختیار کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې په رسمیت وپېژندل شي. که موږ چېرته په رسمیت پېژندل شوي په ملل متحد کې به زموږ نماینده استغاثه کړې وه په حاق کې، اما متاسفانه سې موږ نه یو توانېدلي هغه سیاستونه سې د اتباع او د حقوقو په مورد کې دي لا تر اوسه د هغه ته د عمل جامه سې په مثبته توګه نه ده اغوستل سوې. هغه سې د افغانستان خلک غواړي، داسې نه دي سوي. هغه سې دنیا یو تعداد مشروع خواستې لري، له موږ نه هغه نه دي عملي سوي. زه امیدواره یم چې هغه عملي سي. د ټولو نه په دغه مخه باندې دوی اتکا وکړي، په دغه مخه دوی کار وکړي، تر هغه پورې دوی په رسمیت وپېژندل سي. هغه کمی او کاستي اوس موږ په دې کې لرو که نه، او راغلو په دې کې چې دا چورلک یې خو لا تر اوسه نه دي ورکړل سوي. بیا هم زه امیدواره یم چې دوی په خپل پالیسي او په سیاست کې سره بدلون راسي، د امریکا او د تاجکستان، تر هغه پورې دغه د موږ دغه مال صدا مربوط په موږ ده، د موږ د وزارت دفاع یوه برخه ده، دا بیرته افغانستان ته راوستنه یي. تر هغه پورې هم به روابط ښه سي د تاجکستان سره، هم به د امریکې سره یوه نوې رابطه پیدا سي. یو نوی مننه سنجي صاحب، وخت کم ده، کوتاه و مختصر نظر شما رو هم میشنویم. اگر آیا ازبکستان و تاجکستان سرانجام حاضر خواهند شد تا این چرخبال ها رو دوباره به افغانستان تحویل بدهند؟ خیلی مختصر نظر شما رو میشه. من خدمت شما ضرورت نیست که ما بر این گدایی کنیم یا سوال کنیم. نه، خود شما حاضر خواهد شد؟ نه، مجبور و مکلف هستند. یک امر مسلم و ثابت است از نگاه بینیم. ما بیشتر از این پیشتر برم از این. نه تنها مسئله است که یک هلیکوپترها را اینا اعاده کنن، بلکه حتی جنایتکارایی که سارقینی که
امنیت ملی افغانستان در خطر انداختن، یک خیانت ملی را مرتکب شدن، حتی تسلیم شدن از تسلیمی از او به کشور که انتقال کردن، چرا اونا مسئول بوده باشه؟ خودش یک جنایت ببینید. در تمامی دنیا این تعامل است، وقتی که یک تیاره از یک جای به دیگه جا بدون ویزا و بدون اجازه که وارد او کشور میشه، اونا اولین کاری که میکنن اونا را ستانگزه سب تشریف دارن، اولین کار نظامی است که اونا را با دستگیر میکنن، به خاطر که این جنایت اینا مرتکب شدن، این خیانت مرتکب شدن که بدون ویزا، بدون کدام اجازه قانونی، بدون اینکه شما باز تیاره نظامی را بگیرین انتقال بتین به کشور دیگه، کشور مقابل که اگر اونا در این تساهل میکنن، اگر در این میکنن مثلا تساهل میکنن، همچنان اونا یکی از نگاه بین المللی به اصطلاح نوع دشمنی تلقی میشه. شکر. ما مسئله این مهم نیست برای ما، این مسئله هلیکوپترها، اسلحه‌ای که برده شده، این مسئله رمزی است، مسئله ارتباط میگیره، بس که خدای نخواسته این باعث یک نوع تخریب روابط میشه، بحران روابط میشه. لذا ضرورت است که اونا از عقلانیت سیاسی کار بگیرن، از عقلانیت یا همجواری کار بگیرن، باید این موضوع را از طریق مسالمات آمیز حل کنن، از طریق دیپلماسی حل کنن، و حق طبیعی افغانستان هستن، مجبور مکلف است که باید ایراد تسلیم کنن. مهمانان عزیز، جهان سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه تشریف آوردید. بینندگان عزیز، از شما هم جهان سپاس که دا هیندم ما را همراهی کردید. تا کاوش دیگر، خدا یارتان.